عفو بین‌الملل چهارشنبه نهم فروردین با نشر گزارش تازه‌ای از نقض حقوق بشر در افغانستان شدیداً ابراز نگرانی کرده است. این نهاد بین‌المللی اعلام کرده که از زمان تسلط دوباره طالبان در افغانستان، اعدام‌های غیرقانونی کارمندان حکومت پیشین و افرادی که از قوانین طالبان پیروی نمی‌کنند به شکل گسترده رخ داده است. در گزارش تازه این نهاد آمده است که یوناما، هیئت معاونت سازمان ملل متحد، دست کم 237 مورد اعدام‌های غیرقانونی را از 15 اوت 2021 تا 15 ژوئن 2022 به ثبت رسانده است. بنا به گزارش عفو بین‌الملل، نیروهای طالبان 26 ژوئن 6 تن از شهروندان هزاره و شیعه افغانستان را شامل 4 مرد، 1 زن و 1 دختر در استان غور کشتند. عفو بین‌الملل دریافته که این افراد همه غیر نظامی بودند. این نهاد همچنین میگوید که مقام‌های طالبان غیر نظامیان را در پنجشیر تا حد مرگ شکنجه کردند. عفو بین‌الملل میگوید که در دوران حکومت طالبان افراد خاطی این گروه مجازات نمی‌شوند و هیچ تحقیق درست یا شفافی در مورد اعدام‌های فراقانونی یا سایر موارد نقض حقوق بشر در افغانستان صورت نگرفته است. در بخش دیگری از گزارش عفو بین‌الملل از تداوم شلاق زدن به متهمان و اجرای حکم قصاص ابراز نگرانی شده است. در گزارش تازه عفو بین‌الملل همچنین از افزایش محدودیت‌ها علیه زنان، ازدواج اجباری کودکان و فروش اعضای بدن شهروندان افغانستان به دلیل گسترش فقر در این کشور نگرانی شده است. برای بررسی جزئیات بیشتر در این مورد، دکتر عبدالواحد افضلی، استاد دانشگاه تورین ایتالیا با ما هستند. سلام جناب دکتر، وقت شما بخیر. سلام، وقت شما بخیر. عفو بین‌الملل نسبت به نقض شدید حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده. اطلاعات شما از این وضعیت در افغانستان چیه؟ همینطوره. حقوق بشر در افغانستان به صورت مدام در حال بدتر شدن هست و این روند متاسفانه هنوز ادامه داره و تمام سازمان‌های بین‌المللی گزارش‌هایی در این ارتباط دارند و نشون می‌ده این گزارش‌ها که وضعیت حقوق بشر به مراتب نسبت به روزهای اولی که طالبان اومدن بدتر شده و اونا بازگشتن به همون دوران دهه 90 که وارد افغانستان شده بودن، از جمله تطبیق یا اجرای قوانین شرعی که خودشان به اونها باور دارند و بر اساس برداشت شخصی خود اونها هست، مانند منع ممنوعیت تحصیل دختران و زنان و کار زنان، همینطور شکنجه و بازداشت آنها و گاهی قتل آنها و همینطور اخراج کارمندان دولت قبل و در بسیاری از موارد داشت اونها و شکنجه و نهایتا قتل داده. و به صورت خاص ما میتونیم از نظامیان حکومت سابق یاد بکنیم که بسیاری از اونها بازداشت شدن و شکنجه شدن و غالبا به قتل رسیدن و در موارد بسیار محدود بوده که آزاد شده باشند. و همینطور قتل‌های مرموز که روزانه اتفاق می‌افته و متاسفانه به دلیل محدودیت‌های کمی رسانه‌ای که وجود داره صدای یا اخبار حوادث به بیرون درز می‌کنه و همه اینها نشون می‌ده که گروه طالبان همون گروه تروریستی سابق است و در اون هیچ تغییر یا تغییری نکردن و صورت باز هم خواسته شما باید هستید و در اخبارهای مختلف میشنوید که بسیاری از سرزمین های بومی و اصلی خودشان به دلایل واهی اخراج میکنند و اونها را بی سرپناه میسازند و همینها مصداق های از نفس بشر به صورت مستمر در افغانستان است که روز آقای دکتر، دلیل عدم اقدام عملی جامعه جهانی در خصوص افغانستان رو چگونه ارزیابی میکنید؟
متاسفانه خدمت شما عرض کنم که علت وضعیت فعلی افغانستان میتونه تصمیمات به نظر ما غلط جامعه جهانی باشه. یعنی آنچه که امروز در افغانستان اتفاق افتاده ناشی از تصمیمات جامعه جهانی است که رخ داده. اگر جامعه جهانی واقعا اعتقاد باور به حقوق بشر داشته باشه میتونه اقدام بکنه، اما ما میدانیم که همونها در فرده با دولت طالبان در ارتباط هستند و با اونها همکاری هم میکنند. ولی آن ارسال هفته بار به 40 تا 80 میلیون دلار به گروه طالبان هست، در حالی که ادعا میشه که اینا برای کمک به مردم افغانستان هستند. ما همه ما میدانیم که این پولها به بانک مرکزی افغانستان وارد میشه و این بانک در اختیار گروه طالبان هست و همه اینها مصرف یا در زمین های فعالیت های گروه های تروریستی مصرف میشه که نمونه شما در مصوبات گروه طالبان دیدید که این گروه پول های انگفتی را صرف آموزش در مدارس دینی میکنه که همه این مدارس دینی ما میدانیم که آموزش های افراطی و تندروانه داره که در هیچ جای اندیشه های اسلامی جایی نداره و بنابراین گروه طالبان در سکوت یا در تایید جامعه جهانی در حال اقدامات تروریستی خودش هست. و نکته جالب اینجاست که گروه طالبان و بسیاری از رهبران آنها شما میدانید که هنوز در لیست سیاه سازمان ملل متحد هستند و به عنوان افراد تروریستی شناخته میشوند و همینطور در لیست سیاه FBI هستند بسیاری از آنها و جایزه های چندین میلیون دلار برای آنها گذاشته شده. ولی با همه اینها همین کشورهای غرب و به خصوص آمریکا در ارتباط هستند و با تا شما شاهدید که موافقتنامه دوحه رو امضا کرد، در حالی که اینها از لیست سیاه خارج نشدند و آنها آزادانه به بسیاری از کشورها در حال سفر هستند و اینها نوعی از تعامل را بین طالبان و جامعه جهانی نشان میدهند به جای آنکه با طالبان و افکار خودروانه مبارزه کنند یا بخواهند آنها را مهار بکنند. ممنونم از شما دکتر عبدالواحد افضلی، استاد دانشگاه تورین ایتالیا، با ما همراه بودند.